و وقتتان بخیر به این مجموعه خبری خوش آمدید من بیژن آریان هستم در اثر یک انفجار در کندهار یک تن کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند نقام های امنیتی کندهار می گویند که در نتیجه انفجار ماین در ولسپولی شوالیکوت یک فرد ملکی کشته و چهار غیر نظامی زخم برداشتند به گفتی مقام ها تمام این افراد اعضای یک بودند و موتر آنها در قریه چنار با ماین کنار جاده برخورد کرده است لاین برق وارداتی در دشت خواجه الوان پل خمری قطع شده است به گفته این مسئولان قطع لاین باعث کاهش جریان برق در کابل شده شرکت برشنا میگوید تا وصل دوباره لاین های برق در ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، لوگر و گردیز برق وارداتی با مشکل مواجه خواهد بود در سر واژگون شدن یک موتر در ولایت پنچیر یک تن کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند منصور نبی معاون سخنگوی والی پنچیر میگوید این رویداد وقت روز گذشته در روستای پنج پیران ولسوالی آنابه زمانی رخ داد که یک موتر نو سراچه به دریا واژگون شده و در نتیجه آن یک تن از سرنشینان آن کشته و هفت تن دیگر زخم برداشتند در نتیجه لغزش سنگ از کوه در مربوطات شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر سه کودک کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر میگوید این رویداد در منطقه دوشاخیل اسدآباد روی داده است بخش زنانه مرستون هرات با کمترین امکانات و یک دکتر از چهل بانوی بیمار نگهداری می کند. آمر بخش زنانه مرستون می گوید که نهادهای کمک کننده باید به این بخش توجه جدی کنند. این یکی ترانه میخواند، دیگری شادی می کند و آن یکی به نقطه گنگ و تاریک خیره شده به سن و سال نیست همه یک جا و در یک مکان در اتاقهای کوچک و بزرگ با کمترین امکانات ممکن نگهداری می شوند. اینجا بخش زنانه مرستون هرات است بعضی هایشان سالهای سال ریختن برگ درختان را در پاییز و شکوفه زدن دوباره طبیعت بهار اینجا را بارها تجربه کردند میگویند گاهی دلشان هوس رفتن به بیرون دارد میخواهند شلوغی شهر و مردم را ببینند پارکینا را ببریم ملف زنا را ببینیم ملف ملا را ببینیم گلا را ببینیم همین طرفا را ملک مملکت ایرات را ببینیم همین جا را یک بگردیم رخ میشینیم ظرف میشینیم جارو میکنیم پاکاره میکنیم دیگه دخترا رو میشوریم لباساشون رو میکنیم امروز گویا بخت و اقبال با آنان یار بوده که فعالان مدنی به سراغشان آمدن بانک تعدادشان زیاد است اما فقط یک دکتر متخصص برای درمان دارند آمر مرستون میگوید که حتی یک نرس هم برای مواظبت و دستیاری دکتر نیست به گفته ای او با امکاناتی که در دست دارند امید به درمان قطعی این بیماران یک توهم است مشاوره روانی ما نداریم در بخش زکور یا در بخش اوناس نرس ما نداریم دکتر نداریم ولی از تداوی نمیشه پوشکی و کوش و اینا میارن برای و خوب بازی داخل که نمیشه پاره میکنن کمی ارکوشاخ پاره میکنن خالی چاقو خالی دندانا خوکش میکنن چندی پیش یک گزارش نشان داده بود که بیشتر این بیماران بنابر دلایلی مانند فقر، جنگ و مهاجرت و دوری از خانواده به این حال روز افتادند. تعداد کمی هم از زمان تولد با مشکلات سندرومی دچارند. نمایندگان مردم در شورای ولایتی خواهان توجه بیشتر به وضعیت این بیماران هستند. مسئولین ما، مسئولین زیربت ما توجه بیشتر بکنند. این مریضا تحت یک شرایط خاص باید نگهداری بشه و هم صحی و هم بهداشتی و هم تغذیه باید به رسیدگی کامل صورت بگیره. خیلی کم اتفاق افتاده که خانواده دنبال وابسته اینجا بیاید با این حال در نگاهشان انتظار برای رفتن به خانه موج میزند هرچند امیدی نزدیک به یست است ممنون از همراهیتان تا درود دیگر به